این مرکز تشخیصی و طبابتی خصوصی را طبیب جوانی تاجیکستانی محمد جان علمرادوف چند پیش در شهر مسکو فدراسیای روسیه افتتاح نمود. او تا این دم 3 سال در مؤسسه های مختلفی طبی این کشور فعالیت نموده، بعد از بدست آوردن شهروندی روسیه به چنین موفقیت رسید. با پروگرام پرسیدنی با شهر تامبوف با دولت روسیه آمده در اینجا شهروندی روسیه را گیستیم با کار کردیم. یه سال دو سال شهر تامبوف را کار کرده با شهر مسکو آمده. در شهر مسکو دو سال کار کرده و کلینیک شخصی خودم رو پشولم. یا پشول اوزی استوماتولوگ. در این مرکز از تشخیص گذاشتم، محص بدن گرفتم، دندان هایم را تبوبت کردم، حالا خودم را خوب حس میکنم. طبیبان اینجا عالی هستند، تشکر به آنها. کاروچی آنی بودی لیچید وپشی ایتا اوچین اوچین خروشی کلینیکا اصابینا دکتر. محمد جان یگانه طبیبی نیست که در این مرکزی سلامتی فعالیت کسبیش را پیش میبرد. همراه با وی یک چند نفر دختران از شهر و ناحیه های گوناگون تاجیکستان کار میکنند. به از دختر اولیبی جبا تراپیف هست، گینیکولوگ هست، ستاماتولوگ هست، خیروگ، تراماتولوگ، نیوروپاتولوگ هست. دختران همشان از شهر دوشنبه، از شهر خرومتیپا، از لیلنابود. علمرادوف دکتر اولوی بوده، ختم کرده دانشگاه طبی تاجیکستان می باشد. او نخست فعالیت خود را در بیمارخانه ناحیه رودکی آغاز نموده، پس آن با 3 نفر همکسبانش به مهاجرت رفته است. در شهر مسکو مثلا 100 هزار معاش می گیرد، در ناحیه رودکی 500-700. با شرایط جبه دیگر خیلی همه شرایط هست. ما دانشگاه را همکورسان 15 کس بودم، از 15 کس مثلا 5 نفر در تاجیکستان کار کرده استاد است، 10 نفر دیگر مثلا شهر مسکو، تامبوف دیگر دولت رفته گیرند. با سبب کمی معاش در درمانگاه ها، وضع اجتماعی و عامل های دیگر، از ولایت ختلان هم 10 نفر طبیبان با تجربه به فدراسیای روسیه کوچ بستند. طبق حسابات آماری ما در ولایت 126 نفر رفتگی بودند. البته در اونجا مشکلات های زیاد هستند. اون یک قسمتی که اونا می روند از رفتن خود پشیمون می شوند، بسیارتر فکر می کنند برای شهروندی روسیه رو گرفتن است. برای که مبلغ طبیبان در اینجا هم اونقدر بد نیست، زندگی کردن البته مشکل چه ممکن است. بیشتر اون نفرانی که مثلا به فدراسیای روسیه عموماً به کشورهای خارج می روند، من فکر میکنم که برای بلند برداشتن سویه کسبی خود می روند و بیشتر آنها بعد از 2 سال، بعد از 5 سال، بعد از 3 سال فعالیتشون رو در کشور ادامه می دهند. کارشناسان ساحه مهاجرت طبیبان را از چند زاویه نگریسته آن را در زمان کنونی یک حالت معمول می شمارند، زیرا به قول آنها رواهای دختران به خارج کشور نه تنها در تاجیکستان موجود است، بلکه آن روند جهانی می باشد که عامل های گوناگون دارد. هیچ وقت مهاجرت از همه جهت خوب نیست. مهاجرت هم عامل های منفی خود را دارد. از وطن پراکنده می شویم، خب اذیت، خب روانی فکر میکنی، از فرزند دوری، از پدر و مادر دوری. اگر 2000 معاش که ما در اینجا میگیریم و در اونجا اگر ما 7000 گیریم مثال با پولی خودمون، اگر همین اگر در توس گیری هر دوش یک خیر گویو، یعنی که از اون باید که در امی جمهوری کار کنه مثال. خیلی دکتری انا پر تجربه خوب از دستش یاد چی می اومده که هیچ وقت احتیاج نمیکنند اونجا رفتن. در این سال در همین بیمارخانه ما یک چند نفر رفتند ولی گشته آمدند، یعنی در اونجا مهاجرت چخیلی که میگن شهروندی روسیه رو گرفتند و برگشته آمدند، یعنی در اونجا فعالیت نکردند. طبیب تاجیکستانی محمد جان علمرادوف تصمیم گرفته است که بعد از دفاع رساله علمی و تکمیل تجربه چنین مرکزی سلامتی خود را در تاجیکستان هم باز کند. یاد داره تو پنسیل در شهر مسکو کار کرده و پنسیل برامده و
برمیگردد به شهر دوشنبه. از تحلیل مشاهده ها برمیآید که مثل این طبیب جوان کم نیستند متخصصانی که از می سفر به روسیه را دارند، اما اکثریت آنها با امید برگشت به وطن مهاجر می شوند.